وضعیت متفاوت 5 لیگ برتر اروپایی. سلام و وقت بخیر. رقابت در لالیگا و بوندسلیگا خیلی نزدیک است، اما در سری آ و لیگ برتر تنها دو تیم برای قهرمانی تلاش میکنند. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگان با ورزش را سابسکرایب کنید. به نقل از آیس، لالیگا، لیگ برتر انگلیس، سری آ ایتالیا، بوندسلیگا و لیگ یک در شرایط متفاوت قرار دارند. در ادامه نگاه کوتاهی به وضعیت 5 لیگ برتر اروپایی میکنیم. انگلیس، لیورپول فاصله اش را حفظ کرده است. فصل گذشته منچستر سیتی و لیورپول رقابت نزدیک برای فتح لیگ برتر داشتند که در نهایت همه چیز در هفته آخر به نفع سیتیزن ها تمام شد. در این فصل لیورپول 31 امتیازی فاصله خیلی خوب با تیم پپ گواردیولا 25 امتیازی گرفته است. این تیم مانند یک هواپیما در لیگ عمل کرده و 10 پیروزی و یک تساوی در 11 هفته به دست آورد. پشت سر دو تیم شانس قهرمانی لستر سیتی و چلسی قرار دارند که دو امتیاز از سیتی کمتر دارند. ایتالیا، انتر یوونتوس را تهدید میکند. یوونتوس در این فصل انتر را به عنوان یک رقیب سرسخت در کنارش میبیند و باید با غلبه بر انتر برای نهمین سال پایاپی قهرمان سری آ شود. بانوی پیر با 29 امتیاز صدرنشین است و نرازوری تنها با یک امتیاز کمتر این تیم را تعقیب میکند. روم 22 امتیازی، آتلانتای 21 امتیازی و کالیاری 21 امتیازی با فاصله زیاد در رتبه های بعدی قرار دارند. ناپولی که در فصل های گذشته به عنوان رقیب یوونتوس محسوب می شد اکنون با 18 امتیاز در جایگاه هفتم است. لالیگا، بارسلونا با تفاضل گل بهتر صدرنشین است. نتایج دور از انتظار تیم های بزرگ لالیگا باعث شد وضعیت این رقابت ها در شرایط نامتعارف قرار داشته باشد و برخی تیم ها پس از سالها صدرنشینی را تجربه کنند. صدرنشین کنونی لالیگا بارسلونا است که مانند ریال مادرید با یک بازی کمتر 22 امتیازی است. تنها تفاضل گل دو تیم بزرگ اسپانیا را از هم جدا کرده است. البته ریال سوسیداد هم 22 امتیازی است و در رتبه سوم قرار دارد. این تیم با پیروزی برابر گرانادا نه تنها خود را به رتبه بالای جدول رساند، بلکه اجازه نداد حریفش صدرنشین لالیگا شود. اتلتیکو مادرید که در سالهای گذشته با عنوان رقیب ریال مادرید و بارسلونا محسوب می شود با 21 امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد. فاصله صدرنشین لالیگا با تیم 13 جدول تنها 5 امتیاز است. آلمان، نزدیکترین رقابت در بوندسلیگا در سالهای اخیر. بوندسلیگا مانند لالیگا شاهد رقابت نزدیک است. این شرایط بیش از دو دهه در آلمان دیده نشده بود. فاصله میان تیم نخست جدول مونشنگلادباخ و تیم هشتم هافنهایم تنها 5 امتیاز است. 43 سال بود که مونشنگلادباخ صدرنشین نبود. در مقابل بایرن مونیخ روزهای بحرانی خود را سپری میکند و یکشنبه سرمربیش نیکو کوواچ اخراج شد. مدافع عنوان قهرمانی 5-1 مغلوب اینتراخت فرانکفورت شد و اکنون با 104 امتیاز فاصله دارد. فرانسه، پاریس سن ژرمن بدون مشکل حکمرانی میکند. مطابق انتظار پاریس سن ژرمن بدون مشکل در لیگ یک حکمرانی میکند و به نظر نمیرسد تیم دیگری بتواند برایش دردسرساز شود. پی اس جی از آنجا تعقیب کنندهشان 7 امتیاز بیشتر دارد. نانت و مارسی در فاصله 8 امتیازی تیم پاریسی هستند و رتبه های 3 و 4 را به خود اختصاص دادند. موناکو تنها تیمی که از سال 2013 توانایی رقابت داشت و کنون در میان 10 تیم نخست هم حضور ندارد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.